سلام دوستان و همراهان کانال حکیم باشید. از اینکه با ما همراهید خوشحالیم. لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و ما را به دوستانتان معرفی کنید. در خانه شامپوی پرپوش کننده مو بسازید. برای درمان ریزش موی سر و تقویت موهای نازک با ترکیب چند ماده گیاهی و طبیعی بدون صرف هیچ هزینه‌ای می توانید در خانه یک شامپوی پرپوش کننده مو بسازید. هزینه های بسیاری برای خرید شامپوهای ضد ریزش مو با هدف پرپشت شدن موهای سر صرف میکنیم و تقریبا از بیشتر برندها نتیجه به دست نمیآوریم. پس بهتر از خودمان دست به کار شده و یک شامپوی خانگی گیاهی برای متوقف کردن ریزش موهای ما بسازیم. تحقیقات بسیاری حاکی از این است که مواد کشنده و سرطانزایی همچون دی اتانولامین در بیشتر شامپوهای موجود در بازار وجود دارد که صدمات زیادی را به سلامتی پوست و مو می‌رساند و می‌تواند سبب ریزش مو، حساسیت چشم و پوست شود. به همین علت بهتر است به جای استفاده از این شامپوها از شامپوهای غیر سمی و طبیعی استفاده کنیم. در ادامه طرز تهیه شامپوی خانگی و طبیعی را برای شما خواهیم گفت. مواد لازم: 2/3 فنجان صابون کاستیا. صابون کاستیا یا کاستیل از روغن زیتون و یا روغن‌های گیاهی دیگر ساخته می‌شود و مانند هیدروکسید سدیم یک قلیاست. این صابون عاری از مواد مضر و شیمیایی است. بیشتر افراد این صابون را برای تمیزکاری منزل استفاده می‌کنند و از فواید آن برای پوست و زیبایی اطلاع ندارند. صابون کاستیل به عنوان یک تمیزکننده پوست ملایم برای شستشوی دست و صورت و بدن حتی برای کودکان مناسب است و در صورتی که با یک نرم کننده باشد به عنوان شامپو برای شستن موها نیز استفاده می شود. دو قاشق چایخوری روغن زیتون یا روغن بادام، نصف فنجان شیر نارگیل. طرز تهیه: روش تهیه شامپو در خانه بسیار آسان تر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید و وقت شما را نیز زیاد نمی‌گیرد. برای این کار کافی است چند ماده را در ظرفی با یکدیگر ترکیب کنید و آنها را در یک بطری یا جای خالی شامپوهای قبلی بریزید. یادتان باشد که بطری را تکان دهید و به طور منظم از آن استفاده کنید و در این مدت به هیچ وجه از شامپوهای دیگر استفاده نکنید. در صورت استفاده صحیح پس از مدتی متوجه خواهید شد که موهایتان سالم‌تر، درخشانتر و در این حال طبیعی تر از قبل می شود. امیدوارم این مطالب برای شما مفید بوده باشد. اگر از مطالب ما راضی هستید، لایک و کامنت را فراموش نکنید.